برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از اردیبهشت ماه سال گذشته باعث شده درآمد نفتی ایران حدود 10 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. کاخ سفید روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پرزیدنت ترامپ در چارچوب حفظ و گسترش کمپین فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است معافیت از مجازات بابت خرید نفت از ایران را که ماه مه تمام می‌شود تمدید نکند. گزارشی از فرهاد پولادی. آقای هوک در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران گفت قبل از تحریم‌ها ایران از فروش نفت سالانه بیش از 50 میلیارد دلار درآمد داشت. ما تخمین می‌زنیم که تحریم‌های آمریکا از اردیبهشت سال گذشته باعث کاهش 10 میلیارد دلاری درآمد ایران از فروش نفت شده است. او همچنین روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری فاکس بیزنس گفت آمریکا در اعمال تحریم بر کشورهایی که پس از دوم ماه می یا همان 12 اردیبهشت ماه خریدار نفت از جمهوری اسلامی باشند مماشات نخواهد کرد. همه کشورها این گزینه را دارند که یا تعامل بازرگانی با آمریکا را ادامه دهند یا واردات نفت از ایران را ادامه دهند. راه حل این گزینه ساده است. ما هیچ کشوری را ندیدیم که تهدید کند که می‌خواهد تحریم‌های ما را دور بزند. ابتدا 20 کشور از ایران نفت وارد می‌کردند که حالا دیگر نمی‌کنند. از دوم ماه می وارد کننده نفت از ایران نخواهیم داشت. خبرگزاری رویترز پنجشنبه به نقل از آمار ارائه شده از سوی مقامات گمرک چین گزارش داد طی سال گذشته پالایشگاه‌های این کشور به میزان 25% واردات نفت از ایران را کاهش دادند، در حالی که طی همین مدت آن را با نفت وارداتی از عربستان سعودی جایگزین کردند. بر پایه این آمار طی دو ماه گذشته ریاض عمده‌ترین صادرکننده نفت خام به چین بوده است. آقای هوک در ادامه گفتگویش با شبکه فاکس افزود هدف آمریکا از این تحریم‌ها محروم کردن تهران از منابع مالی برای تامین هزینه‌های فعالیت‌های مخربش در خاورمیانه است. ایران هم اکنون رکود اقتصادی را تجربه می کند که عمدتاً به خاطر سوء مدیریتشان طی 40 سال گذشته است. تحریم های ما فقط رژیم را هدف گرفته است تا هزینه اقدامات برهمزننده سیاست خارجیشان را به شدت افزایش دهد. و حالا مقامات تهران در برابر دو گزینه قرار دارند، یا مانند یک کشور نرمال عمل کنند یا شاهد فروپاشی اقتصادشان باشند. این تحریم‌ها هزینه نقش‌آفرینی رژیم به عنوان یک رژیم یاغی است. آمریکا اعلام کرده در صورت تغییر رفتار ایران به شکلی که واشنگتن و جامعه جهانی از آنها می‌خواهند برای دستیابی به یک توافق جامع با جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد.